اینجا شهر مزار شریف است، شهری که بیش از 1 میلیون انسان را در خود جای داده است. در دل این شهر قصه های تلخ و شیرین در جریان است. اما این روزها در قلب این شهر و مردمانش قصه های تلخ به اوج خود رسیده است. فقر و بیکاری و نداری و تحولات اخیر در افغانستان عرصه را بر مردم تنگ ساخته است. امروز به دیدار خانواده خانم سهیلا و کودکانش می رویم. سهیلا 1 سال قبل شوهرش را بر اثر سکته مغزی از دست داده است. اسم من سهیلا است، مزار شریف هستم. 5 فرزند دارم. دیگه یک شب بکر جان، یک عثمان جان است، کلان است، شار رفته به کار. یه ابو بکر است، یه محمد عمر است، یه هم فتانه جان است، یه هم ریانه جان است. دیگه شوهرم 1.5 سال میشه فوت کرده. دیگه 3 تا طفله که دیگه که از این 2 تایش از خودم هستن. 3 تا دیگه که از انباقم هستن. انباقم فوت کردگی بود، باز من را گرفتن. یارک از 5 سالگی خودم کلان کردگی استم. زیر دست خودم هستن. هیچ کس گفتی اگم تا سرپرستی شده گردن هم نگرده، خودم سرپرستی شده گردن گرفتیم، خودم دمی سمر رساندیم شانم. پدرشانم که در حیات بود، خودم زامت چانه خودشان تکلیفش خودم کشیدیم. بعد از پیشم که شوهرم زنده بود، بیکار در کنج خانه بود. 8 سال بیکار در کنج خانه بود. بازم 1 صبح که وقت باز سکته مغزی کرد، جای به جای شد، وقت نماز ماند بود. باز بسیار مشکل بود دیگه. گفتی اگران تا شوهرم هم تو گشنه خواب کرده گستیم وقتی که شوهرم هم زنده بود. ما در هیچ جای ارگان مراجعه نکردیم، کدام کمکی هم که می آمد کلان ترا خودشان به خودشان رو می گرفتن و دیگه می کرد. ما قرار داریم بچه خوردیم، کل بچه کلان هم دیگه باز می رفت یک جای کار می کرد و مزدوری مردم هم می کرد و می آرد یک لقمان هم دمی پدر و مادر به هم شیرش آورده می داد. و اکنون او با کار در خانه های مردم و غربال بافی گذران روزگار بکند. اینا لکی ایکی است، اینا لیرد که چیز کردم، چوب از این علایده می خرم، سیمیش علایده می خرم، کوکا بر از این می گیرم، از این سیم می گیرم. سابق سیم از این من می گرفتم 1 کیلویش 60 روپه 70 روپه می گرفتم، آل 1 کیلویش 250 روپه می گیرم، 250 روپه می گیرم. اینا کل از این که من مکمل رو کردم، سیمش هم خودم راست می کنم، قطعکاریش کل کارش خودم می کنم، باز جور می کنم می برم در شار، در مندهی، در کوچی کلالی و موجود بود یا باف سودا می کنم. سابق همین سودا میکردم، 110 روپه سودا میکردم، مال 15 روپه پایین آمده. 110 روپه سودا میکردم، مال کل چیزش دیگه 95 روپه سودا میکنم. بس دکاندارا که نه دکان جور کردم نگرد قدر سرشان نمیرن، اما 100 روپه سابق سودا میکنم. ای بازم کلان دارم، خورد داره، یه رقمش کلان است و متر گرفته میشه، متر میکنی، اندازه میکنی. ای از 45 سانتی سو که از 50 سانتی سوره 1.5 صد میگیره، میره با 100 روپه سودا میکنم. کودکان خانم سهیلا از نداشتن پدر رنج میبرند و نمیتوانند مایحتاج زندگی و مکتب خیش را به تناسب سایر همسنفی هایشان فراهم کنند. فرزندان خانم سهیلا میگویند که در گذشته زمانی که پدرشان زنده بود، تمامی احتیاجات ایشان را فراهم میکرد. آنها از وضعیت بد زندگی و فقر روزافزون در زندگیشان میگویند. هستم، دوزار خلاص کردیم، 3 برادر دارم، 1 خواهر دارم. 3 برادرم یکیش مکتب نمیخونه، یکی دیگه صرف 3 است، یکی دیگه صرف 4 است، خواهرم هم صرف 9 است. دیگه مادرم هم کار خانه مردم هم میکنه، باید اوجا که کار خانه مردم میره، بعض روز پیسه میده، بعض روز میگه که نه، 1 هفته را برد پیسه میدم. بیادرم هم کار نمیکنه، بعض وقتا میشه که در خانه ما اتا روغن نیست که دیگ پخته کنیم، ما آرد نیست که خمیر کنیم، نان بکنیم، پخته کنیم. خودم هم 2000 اینا خلاص کردیم، دیگه کامیاب هم شدیم، اما مصارفش ندارم که دوباره پنتون برم، پنتون بخوانم که در یک معلومی یک چیزی برایم که بخوانم. ما که مماشه که میگیرم حداقل کمک کنه در یک چیز، ما دیگه نمیتونم، قدرت ما نمیرسه. زمانی که پدرم بود، مادرم در خانه مردم رفته کار نمیکرد، اما آل میکنه و در خانه مردم کار. دیگه خو وقتی که در خانه کلان نباشد، دیگه طبعا خانه چیزی نداره. دیگه زمان که پدرم بود، خیلی زندگی ما خوب بود. اگر پدرم می بود، آره من قسم که مریض نبودم در خانه، من نمی بود پیش دکتر برم دوا می گرفت.
اما حالا که پدرم نیست که مادرم توانشو نداره که مرا پیش دکتر ببره. وقتی که مکتب میرم 12 بجه مکتب میرم، 3 بجه پس از مکتب میایم. وقتی که از مکتب آمدم کت مادرم کار میکنم. وقتی که ما مکتب میریم در درس رسیدگی نمیتونیم بخوان. استاد ما میگه که درس بخوان، یاد نداریم چی قرآن شریف میگه بخوان. ما مدرسه نرفتیم به خاطر که یاد نداریم فیزیک ندارم آدم که بتا. سنفی هم در مکتب بود کرمت پوشیدم یا جمپر. ما هم تو میرم به خاطر که نداریم دیگه، مادرم رسیدگی کرده نمیتونه. ریحانه میگوید که مشکل سنگ گرده دارد و برای تداوی به پول زیادی نیاز است که خانواده اش ندارد و مجبور است با درد و رنج ناشی از این بیماری بسازد. من تکلیف گرده داشتم، گردیم پیش دکتر که رفتیم. دکتر اول که رفتیم پیش اونانی گفته بود که فیس اونانی کم میشه، دواش هم تاثیر میکنه. پیش دکتر اونانی که رفتیم، دکتر اونانی برای یک هفته برام دوا داد. این دوا رو که خوردم گردای من دو چند درد گرفت. وقتی که درد گرفت باز همینجا گفتن که باید ببرید پیش دکتر شخصی دولتی. هم گفت نه، بلکه دولتی گفت درست معاینه نمیکنه، دوای درست نمیفهمن که درست. دکترای دولتی گفت شخصی ببر. با پیش دکتر شخصی که رفتیم، دکتر شخصی گفت که تو هم تکلیف معده داری، هم تکلیف گرده، گرده سنگ داره. گفت تو باید چند نسخه دوا بگیری. باز یک نسخه دوا که برام دادن اون تنها 300 روپیه فیسش بود که معاینه میکرد، دیگه 2500 روپیه برام دوا ناشته کردن برای 20 روزه. بعدی دوا را گرفتیم، وقتی که آمدیم خوردم گفته بود که 20 روز بعد دیگه پس بیار. بعد 20 روز بعد باز مادرم برد. و 20 روز بعد که برد باز گفته که کمک خوب است، گفته گرده یک کمک سنگ گفت کم او شده. گفته گینی دوای دیگه را بگی، گفته که هم بعد باز بیا. اینا یک ما بعد ما باید پیش دکتر می رفتیم. اینا تا حالا نرفتیم که فیس دکتر نبود، ما پیش دکتر می رفتیم. و بعد از اونم بود حالا نرفت. فتانه دختر خانم سهیلا در اوقات فراغت خیش با مادرش غربال بافی می کند تا باشد که کمکی برای مادرش باشد. وقتی من از مکتب آمدم امرای مادرم ایره جور می کنم. وقتی یک خلاص شد باز مادرم می بره شار سودا می کنه، باز یک تا یاد تانان کشت می اره. یک واسط بست؟ بله یا دستایدم اوگار می کنم. محمد عمر که کوچکترین طفل خانواده است درس می‌خواند تا در آینده دکتر شود تا بتواند به انسان‌های نیازمند چون خواهرش ریحانه کمک کند. من محمد عمر اصل فسیسم مکتب می‌خوانم. نو افجه میرم نو بجه من که مادرم کمک بکنم درس هم می‌خوانم. می‌خوانم مکتب خلاص کنم، پانترم خلاص کنم. میخوام داینده دکتر شو کلی آوان چی از آوان سهانا کلی را جور کنم. مریضا را امرای خانه را جور میکنم، دوا داده پشکاری کنم.